زکرتستانی بسوم دای بسرم بطمع تعجب لیار دابینم والله در حق من میلی کما خوشتلاوی زمزم والله حجاج دشن سری دوای دو ما چیم کرده تخوا و خد بو آبروم بریه آخرین بازمانده نمد مالی تو خانواده خودمان منم. تا امروز بنده نمد نگر داشتم تو کرمانشاه. این شغلم از پدرم یاد گرفتم، پدرم هم از پدرها برک کروب قدیم. محصول نمد بد معرفی شده تو مردم، مثلا هر کی نمد میبینه به یاد گرما میفته. نمد اونجوری نیست، نمد تو هر فصلی صحبتی برای خودش داره. چرا ترکمن کپرش از نمده؟ نمد اگه باران بخوره خودش جمع میکنه، یک قطره آب پایین نمیاد. نمد خودش ضد رطوبت و نمد. نمد مالی خودش معرفی بکنه با همون اسمش. نگفتن نمد بافی، گفتن نمد مالی. سیلی معلم به کسی ننگ ندارد، شمشیری که سیقل زده شد زنگ ندارد. دلگیر زانی که سخیلت زده سیلی، سیبی که سخیلش نزند رنگ ندارد. اینم به نوبه خودش یه فرش بشه، ولی اسمش نمده. خاطر اینکه یه دست در بیاد مجبوریم یه خورده بهش برسیم که کج و کوله‌ایش در بیاد. نمد یه زیراندازه. قدیما فقط نمد یه نمد بود و یه جلیخه بود و عرضم به حضور کلاخود و و سلام. حالا ما نوآوری تو کار ما داشتیم، نمد برای توربین کشتی و عایق و توربو کشتی ساختم، جلیخه یه زده گلولش رو ساختم. این دیگه تمام، باید آویزانش کنم. در دنیا ما 7 مدل کلاه داشتیم، 75 مدلش رو تحویل دادم. روسایی ها، قدیمی ها، چون سلحشور بودن، جنگ های قبیله ای اینا پیش می آمد، کلاه های نمدی می پوشیدن، اگه با سنگ یا چماق تو سر کله هم دیگه می زدن، سرشان رو می شکست. قدیما هر کلاهی که درست می شد، به اندازه چند مدل سره. حالا چند اندازه بزرگتر کوچکتر درست میکردم، کلاهایی که درست میکردم میذاشتم رو سرها. خب
ولی من نگاهی سر هر که بکنم و اندازش با چشم اندازگیری میکنم، میدانم چقدره. احتیاج به او چیز ندارم، او وسیله ندارم. آخو کلاهی صاف بره سردرد خوبه. کسی سردرد میگیره بذارش سرش، عرق تو مغزش در میاره بیرون. و اون ما بهش میگیم فرجی، ولی فارس بهش میگه چوپانی. اونا هم تنشان میکنن به خاطر هوای طبیعت، باران و برف و تگرگ و اینا. اون مثل یه پالتو اصلا اذیت نمیشه، باران هم توش نمیره، دمای بدنش خود چهرت میکنه. بچه هم اگر حیوانی درنده مثلا بخواد به اقشام حمله بکنه، میتونست دفاع از اقشام خودش، خودشو به دهن اون گرد یا کفتار یا هر حیوان وحشی درنده دیگه باشه صدمه نبینه و یه طوری اون حیوان رو فراری بده بره. نمد خودش برای دردهای مفصلی، روماتیسمی، تسکین دهنده اون درده. حتی برای خارپاشنه، برای کف و کفش. حتی من کیسه خوابش هم به سب رساندم. کیسه خواب من رقابت میکرد با کیسه خوابای اروپا. کیسه خوابای اروپایی من دیدم، داخلشان هم نگاه کردم، پر قو و پشم شیشه، هر کسی توش میخوابه مسلماً عرق میکنه. از کیسه خواب که بیاد بیرون یه باد بهش بزنه مریض میشه. ولی نمد این کار رو نمیکنه. نمد تو هر دمای، چه گرمای آفریقا چه سرمای سیبری، کلن دمای بدن خودته. این بهش میگن شن. ببین پشمی که شما میگید از لحاظ فرهنگ لغت ما، کرماشایی ما بهش میگیم خوری. اولین پشم از لحاظ فرهنگ لغت ما میگیم ورگن. دومیش میشه دوبر یا واور. سومیش میشه اون خوری، اون پشمی که شما دارید میگید. نمد فقط پشم بره مخواد. ما حتی اگر محصولی درست کردیم، همون ورگنی که ما میگیم به قول شما پشم، پشم بره ماده است، یعنی مؤنث، لطیفتر از هرچه پشمه. این پشمی که ما میاریم مال بره است. قدیما خوب بود هر که مثلا گوسفند بره داشت، با میشش، با گوسفند نره گلش، اینا رو میبردن تو نهرها، جوها، رودخانه ها میشستن. ولی متاسفانه الان دیگه اینجوری نیست. متاسفانه میریم میاریم پاک میکنیم، مدفوع و سنگ و خار و بته و چوب و حتی خاک رس علک میکنن توش که سنگین بشه. پشم با همون کثافتی که قدشه میارن میچینن میارن تو بازار. خب کسی که تولید کنندش، دودش به چشم اون میره. حالا چه قالی بافه، چه جاجین بافه، چه گلیم بافه، چه هر محصولی که مربوط میشه به صنایع دستی. این وسیله را بهش میگن کمان. این کمان حلاجی میگن، اسمش کمانه. اینی که همه بهش میگن گوشکوب، بهش میگن چک. چک مال بانگ ای چکه. اینم روده گوسفنده. چون که به هر حال نم هوا باعث میشه یه خورده چسبناک بشه، اینو زه بهش میگن. این پشم میپیچه بهش. باید بعضی موقع این پشمی که میپیچه به این زه با چاقو بگیریمش. باشه. حالا از قدیم ندیم گفتن مثلا حرفات خوب حلاجی بکن، منظورشانی بوده. احمد بنجل و بازاری تو عمرم درست نکردم. از خودم ببالم که نمد بدی درست نکردم که یه زمانی این شغل من دیگه ورچینم و تمام بشه. لااقل کسایی که به یاد من باشن بگن ای والا دمش گرم، نمد خوب درست کرد. بچه ها گفتن
بریم شمال. گفتم بریم، ولی منم میام میخوام کلاه درست کنم. و بابا میخوام آبرو ما نببری. گفتم بابا بریش آبرو دمی برم، میخوام پول در بیارم، چه میخوای تو به من؟ خلاصه پسر مجبور شد و ما باهاش بریم شمال. رفتیم یه جایی، خیابان پهنی بود رو نرسیده، خیلی نرسیده به چالوس. ما نشستیم یه گوشه و شروع کردیم حلاجی کردن. های ماشین بود و می آمد جلو، فیلم می گرفتن و خلاصه کلای زیادی فروختیم و هم پول سویت من در آمد، هم خرج خوراک من در آمده، هم استقبال زیادی به ما شد و هم خلاصه خوششان می آمد. مردم تشویق می کردن، می گفت مثلا یه هنره. بعد پسر بهش گفت، گفتم دیدی پسرم، هر جای که بری هنر نزد ما ایرانیان است و بس. تو رو کره زمین من نمد برای توربین و توربو کشتی ساختم که یه محصول خوبی باشه. حتی حاضر بودم جوانامونه چیز بدم، آموزش بدم که یاد بگیرن. این محصولی که میرن از چین بوم پشورده میارن، یک سال رو توربین و توربو کشتی دوام دارن. نمد من 4 سال دوام آورد. این شغلم مثل شغلای دیگه، مثل نانوایی سنتی، مثل مسکری که تو کرماشا بود، خیلی شغلای دیگه از بین رفت. کاریش هم نمیشه کرد. یه فوتی بهش بکنم گرد و خاک داره. دلسوزی نیست. میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت.